یا علی ابن عیسی رومانی، در مورد قدیر خم و حدیث قار بگویید. این دو چه حکمی دارند؟ وقتی که پیامبر هنگام هجرت با یارانش در قار بودند و مشرکان در جستجویشان، و نیز از روز قدیر که پیامبر ولی خود را انتخاب کرد، آیا حدیث قار درایت است و از محکمات و نص صریح قرآن، پس شکی در آن نمیتوان کرد. و اما خبر قدیر روایتی است که نصی صریح بر آن دیده نمی شود، پس برای عاقلان در محکمی و درایت حدیث قار جای تردید نیست، همینطور در سستی روایت قدیر. ختم جلسه. یا الله. طلاب همه رفتند، شما چرا نرفتید؟ استاد استراحت قرآن بر حدیث غار فرمودند. سوره توبه است، آیه 40، که به صراحت دلالت می کند بر حضور پیامبر و صحابه خاصشان در غار. محکمتر از قرآن چه می خواهی که درایت این است؟ آیه‌ای که پیامبر به صحابه خاص خود می فرمایند محسون مشوید که خداوند با ماست، نه؟ آیه را حفظی خوب است. آیا حزن و ترس صحابه رسول خدا اطاعت بوده یا نبوده است؟ نمیدانم، خدا بهتر میداند. خدا بهتر میداند، اما اگر ترس صحابه به جهت اطاعت بوده، حضرتشان نمیفرمودند ما ترسید و صحابه را از اطاعت هرگز نه نمی فرمودند. پس ترس صحابه اگر اطاعت نبوده معصیت بوده؟ این است منظورتان؟ نمی دانم، خدا بهتر می داند. چرا خدا بهتر می داند؟ تو می خواهی با تفسیری نو از آیه نازله معصیت صحابه رسول خدا را بنمایانی تا بگویی صحابه رسول معصیت کردند؟ فرقی نمی کند، مگر نه این است که خدا خود بهتر می داند و به هر دو عالم تر از ماست؟ درست است، آری و راست است. باز بگویم؟ بگو، بنشین و بگو. از درایت گفتید و اینکه محکم است مانند حدیث غار، و از روایت گفتید و اینکه محکم نیست مانند حدیث قدیر. استاد علی ابن عیسی رمانی، درباره آنان که با امام عادل به مقاتله و جنگ پرداختند چه میگویید؟ کافرند، بلکه فاسقند. درباره علی ابن ابی طالب که سلام خدا بر او باد چه میگویید؟ درباره جنگ جمل، طلحه و زبیر. خب، آن دو تن، مرادم طلحه است و زبیر، توبه کردند. اما استاد خود نیک میدانند که خبر توبه آن دو روایت است و نامحکم، و خبر جمل درایت است و محکم. بنابراین عاقل را سزاوار نیست روایت توبه طلحه و زبیر را که محکم نیست پذیرا باشد، و درایت جنگ جمل را که محکم است نپذیرد. پس آیا آن دو بنا به فرموده استاد با عمل خود نمردند که جنگ را علیه علی ابن ابی طالب دامن زده بودند؟
نمیدانم، خدا عالم است. خدا عالم است ولی انسان عاقل. تو کیستی ای طلبه جوان؟ از کجا آمده ای و نزد چه کسی به شاگردی مشغولی؟ ابن معلم و نامم محمد. من اهل اکبرا هستم و نزد شیخ جعفر ابن محمد قمی ابن قولوی به شاگردی مشغولم. ابن قولوه را می شناسم، شنیدم در بستر است و بیمار. دعا و سلام ما را به او برسانید و حالش را جویا شدید. بگید این نامه را بیان که بخوانید به او بدهید. نداشتم یا شیخ، به قصد دزدی آمده بود، پسرم را کشت و سپس قصد جان من کرد. که تو او را کشتی؟ نمیخواستم او را بکشم اما او را کشتی. مجبور شدم. پس باید قتل آن دزد به ناچار باشد. آری، گریبانش گرفتم و ضرباتی چند بر او وارد آوردم. میخواستم مانع قصد او شوم که در میزنم. آره آمدم. یا شیخ بزرگوار، سربازانند، به دنبال من آمدند، خود را به شما میسپارم. سلام. علیکم السلام. سربازانند، به دنبال من آمدند یا شیخ، چه کنم؟ توکل به خدا، اینجا در امانی زن، اما باید چاره اندیشید. آرام باش، آرام. بفرمایید. جام آب برای من میآوری؟ آره، همین حالا. سلام بر شیخ بزرگ ابن قولوی. علیک السلام یا محمد، بیا اینجا بنشین. شیخ علی ابن عیسی رمانی سلامتان رساندند و جویای احوال بودند. گفتند خداوند شفای عاجل دهد. خدا به شما و ایشان خیر دهد. خدایا به فریادم برس. چه میگفت و چه میخواست شیخ علی ابن عیسی رمانی؟ برای شما نامه فرستاده است. Thank you.
شما درد نکنم. بفرمایید نوشه جان، چه گذشت بین تو و شیخ عیسی رمانی؟ از محکمی درایت و سستی روایت میگفت. شیخ در این نامه گفته که شایسته نیست ابن معلم اکبرایی در صف طلاب نشیند و درس شنود، که خود شیخی است از مشایخ، هرچند جوان است اما اگر درس گوید و بر دیگران فیض رساند شایسته تر و مفید تر است، مفید برای طلاب و اهل علم. او ترا به لقب مفید ملقب کرده است، شیخ مفید. عبارت این است: و ایشان حقاً که مفید هستند و حقاً بر حق هستند. حال همراه این زن به نزد ابوالعباس ابن ابی شواره که قاضی محکمه است و حکمی ناسزا علیه او داده بود، بگو از طرف ابن قولوه آمدن و از این زن وکالت دارم. دزدی با تعدی به خانش آمده و پسرش را کشته. زن در کشمکش با او و دفاع از خیش دزد را به قتل آورد. حالا کسان آن متعدی طلب دیه دارند که روان است. بابی شوارب میگویی این دیه از منظر ما مردود است. این هم محرمت. قاضی القضات ابن ابی شواره درباره این ستن رأی مساوی و برابر دادند. پس جزای هر سه که هر یک به نوعی مرتکب جرمی شده اند مرگ است. این چه حکمی است؟ اگر میشود جرم هر سه برابر باشد. نه، این درست نیست. ساکت ساکت، حکم هر سه یکیست. آن که قتل را انجام داده است حکمش برابر است با آن که مقتول را گرفته است تا کشته شود، و آن که شاهد ماجرا بوده و مراقبت کرده تا کسی آنها را نبیند، حکم هر سه یکیست. مرگ. آخرین چه حکمی قاضی القضات ابی شواره؟ مگر نمی شود که یک بار حداقل حکم به عدالت در میان مردمان کنی؟ جماعت آیا دیده اید؟ بفرمایید دانستید؟ ساکت. ارج همه نزد قاضی یکیست. قاضی همه را به یک چشم می بیند و قضاوت می کند. نان قاضی که سالانه 200,000 درهم می گیرد و از آن بانوان رشوه به ابو احمد کاتب سهمی میدهد تا بر مسد قضاوت باقی بماند. ببینید جماعت، میبینید؟ میبینید چگونه مسند قضا را قبول ندارن و تهمت میزنند؟ کودکان بغداد هم میدانند، همه گذشته و حال شما را میدانند و از خیشی شما و ابو احمد شیرزاد مطلعند. جماعت لحظه پیش همه شنیدید قاضی ابی شواره گفت که همه را به یک چشم می‌بیند. من می‌اندیشم قاضی چگونه می‌تواند با یک چشم به عدالت حکم کند، حالان که به هر دو چشم هم از آن عاجز است. آیا به یک چشم دیدن همه معنایش این است که هر سه را به مرگ محکوم می‌کنند؟ محال است که دخالت هر سه در قتل یکسان باشد. تو کیستی جوان؟ من ابن معلم اکبرایی و نامم محمد. به اینجا آمدم از طرف شیخ بزرگ ابن قولوی و به وکالت از طرف ایشان. اما مهرشان، مهر شیخ بزرگ ابن قولوی.
اما ادارت. این سه مرد نه گناهشان یکیست نه حکم آنان. آن مرد اولی که قتل کرده حکمش مرگ است، اما آن که مقتول را نگه داشته حبس، و آن مرد سوم که نظارگر بوده و مراقبت می کرده حکمش کوری چشم است. و ما این زن حکم کردید به پرداخت دیه برای دزدی که در خانه این زن کشته شده، حالان که آن دزد پسر این زن را به قتل رسانده. این چه حکمی است قاضی؟ دزد کشته شده، دیه پسر کشته شده این زن را از که بستانیم ها؟ از کسان دزد که دیه خونه او را طلب کردند و شما هم بران صحه گذاشتید. گفتن نفس در برابر نفس، مگر غیر از این است؟ پس چگونه حکم کردید بر دیه دزد که این زن بینوا باید بپردازد در حالی که آن دزد پسرش را کشته است؟ اما دیه پسر را به چه سبب بستانیم از کسان دزد؟ بدان سبب که دزد از بیراهه و به تعدی به این زن وارد شده و بر اون نظر سوء داشته. حکمی نیست غیر از هدر رفتن خون دزد. آری، پس چگونه طلب میکنید دیه خون را؟ آن هم از زنی که پسرش از مال و جان و ناموسش دفاع کردن. آری، ظلم نکن قاضی، که مسند قضا منزلتی والا دارد، وسیله است برای اجرای عدالت بر بندگان خدا، نه پایمال کردن حقوق آنان. آری، عادل باش. زندان عدالت این است؟ حال چه میگویید؟ قاضی باید قاضی اگر بندی به جان این جوان برفت چه میخوانید؟ با شمشیر من روبرو هستی. آری، شمشیر ساکت باشی، من به زندان میروم تا قاضی رسوا شود. سلطان سلاطین آل بویه امیر احمد دیلمی معز الدوله و دین.
این چه صدایی است؟ بر مرگ من دهار نیکوبند؟ نفوس بد نزنید یا امیر، همه خواهان عمر هزار ساله شمایم. تا تبل شکم تو معتبی و معتبی ها بزرگتر و هیکل هایتان چاق و چاقتر شود؟ رایت رایت ببینید چه خبر است. اگر مرگ مرا نمیخواهید پس بگوید این پای کوبی و شادی برای چیست؟ این شادمانی به خاطر ورود شیخ بزرگ امامیه رئیس المحدثین شیخ صدوق به بغداد است که با قدوم مبارکشان خاک بغداد را متبرک میکنند و بر ما منت میدهند. چوبوس دروغ میگویی مثل سگ. شما عباسیان به خون عربیان تشنید. ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن بافده قمی ملقب به شیخ صدوق که عضوی از خاندانهای علمی قم بود در سال 355 قمری وارد بغداد شد. علویان که آوازه شهرت علمی او را شنیده بودند به استقبالش شتافتند تا از فیض حضورش در بغداد مستفیض شوند. فتنه را همون ابن معلم جوان برپا کرد. او باعث شد که محکمه عرصه تیغهای موافقین و مخالفین شود. شورش، فتنه، معز الدوله هنوز نمرده فتنه به پا می کند. وای به وقتی که بمیرد و حکومت به پسرش که نرم خوی و راحت طلبی را بیش از حکمرانی می شناسد برسد. یا امیر بگیرید. لطفی را به تظاهر می کنید در حالی که به مرگ من از همه آرزو منترید. نمی بینید مرگ احمد معز الدوله را؟ بیایید. آن جوان زندانی، همون که فتنه برپا کرد، ابن معلم محمد اکبرایی، همین ابن معلم، بیا بریدش اینجا. Thank you.
بگویم از ستمهای الرازی خلیفه عباسی که چگونه فرمان داد به قطع دستان ابن مقلد، دستی که با آن قرآن می نوشت، با آن مرد الهی. پس از آن قلم به دهان می گرفت و می نوشت. حکومت در دست چنین مردمانی که اسیر قدرت و شهوات شیطانی اند موجب مشقت است برای مردم بی پناهی که حکومت خود باید پناهشان باشد. بیچاره آنان که بر این احوال دل خوش کردند و بی خبر از گذر عمر، اسیر جذبه قدرت و لذات دنیا هستند. میدانید عاقبت چه بود القاهر عباسی را پس از خلافت در منصوریه همین بغداد جدایی می کرد از مردم؟ عبرت نمی گیرید؟ اما همه جا امن بود و راها هم، این را امیر می دانم. برای آنکه عیاران و راهزنان از عمال خلیفه بودند، آنها جیرخاران یکدیگر بودند. شاید امیر آگاه نباشند بر این امور. جیب رعیت بود و دست خلیفه که مدام در آن بود. شاکیان رضایت داشتند از قاضی و عادلانه حق خود را می گرفتند. در تاریخ است، بخوانید. عباسیان مسند قضا را به نزدیکان خود می سپردند، به کسانی که لایق نبودند. شما تارید خانده اید؟ فقط یکی بود، ابن فرات، که از خیشان خلیفه نبود و مردم به عدل او امید داشتند. آری، او قاضی القضات القاهره عباسی بود. در تاریخ خوانده اید که ایشان، همان ابن فرات، مردی بزاز بود و از طراران و دزدان و ظالمان دینارها و درهمها می گرفت و از بند رهایشان می ساخت؟ بگویم از زنان حرم سراهای خلفای عباسی، از امر و نهیهایشان یا قضاوت بر مردم؟ مگر مادر خلیفه مخلوق به قهرمان کنیزه خاص خود فرمان نمیداد تا به نامه ها و ناله های مردم برسد و بر مسند قضاوت بنشیند؟ و می نشست و قضاوت می کرد. یک کنیز. حکم دین برای به قضاوت نشستن اینان و حکم کردنشان چیست؟ ای ابو احمد کاتب، با او چه کرد امیر؟ بماند آنچه گفتنیست از وزیران و کاتبان بیلیاقت که بعضی از ایشان امان یافته و کاتبی خلفای عباسی می کردند و حتی کاتبی عمرای آل بویه می کنند. دینارها گرفتند و مسند قضا فروختند. گویی دجله می خروشد و الان هست تا طغیان کرده و سیل برپا کند. پس بی سبب نبود نزول و افول عباسیان را، مگر بی کفایت وزیران و کاتبان و نیز بی لیاقتی قاضیان. پس آل بویه به اندیشه و جد و دلیری حمله کردند و احمد از ایشان بغداد را گرفت. پس مراقب باشید تا آنچه باعث غلبه آل بویه بر عباسیان شد، آل بویه را مغلوب عباسیان نکند. راست میگویی ابن معلم. علی عماد الدوله، حسن رکن الدوله و من احمد معز الدوله هر سه پسران فنا خسرو دیلمی ماهی گیریم. به کودکی چه شبها که بی قرص نانی صبح کرده ایم. بمانید معتبی دبیر، بمانید و بشنوید آنچه را که از معز الدوله پنهان کردید تا کنون از وضع قضات و محکمه ها. ملک گرفتیم به تدبیر و دلیری. در کرمان مرا در میان کشتگان یافتند، بی‌دست. همه ی جنگ های ما جهت گرفتن حق رعیت بود با عدل و دادگستری.
حکم کردن المستکفی خل شود برای همین، اما یاران مکارش بر سر کار ماندند. حتی از آن پس که ابوالقاسم فضل ابن مقتدر خلیفه شد، با روزانه 2000 درهم مقرری، فقط برای آنکه ابن مقتدر مقتدر نباشد. ما احمد معز الدوله او را المطیع خواندیم، برای آنکه خود را مقتدر نداند و مقتدر نخواند و در همه حال مطیع باشد. ابو احمد قاطب، امیرزاده ما منصور بختیار را از فارس بخوانید. بنویسید فرمان پدر این است، بی وقفه تا بغداد بتازد و شتاب کند از برای حکمرانی خود. بنویسید که پدر قبل از اینکه منتظر مرگ خود باشد، منتظر توست. بروید، بروید. اما تو ابن معلم، بروید درس بگویید و درس بگیرید، که بغداد است و درک محضر علما. میدانید که شیخ بزرگ امامیه ابن باب وی از ری به بغداد آمده؟ آره میدانم، خدا یار شما یا امیر. بدرود ابن معلم. احدی از آدمیان زنده ابد نمی ماند. معرفت دانش را همراه علم و قدرت می نهد و به سرای باقی می شتابد و این به رأی اوست که رب العالمین است و انسانها را از دار محک و عمل به سوی عالم پاداش و عقوبت منتقل می نماید. بعضی به درد می میرند و بعضی به راحت، که نه این نشانه عقاب است نان نشانه کرامت. همین است ابن معلم، همین. استاد بزرگوار ابن باب وی، شیخ صدوق وعده کرده بودند که از اعتقادات خود راجع به جهنم و بهشت گویند. اعتقاد ما در باب بهشت آن است که آنجا دار بقا و سلامت است، که نه مرگ در آن است و نه فقر و نه پیری و بیماری تا علاج کنند. آنجاست خانه توانگری و خانه اقامت و کرامت، و به اهلش هیچ سختی و گزندی نمی رسد. و اعتقاد ما درباره جهنم این است که آنجاست خانه خاری و دارالانتقام، و اهل کفر مقیمند در آنجا پیوسته و مدام، اما گناهکاران از اهل توحید از آنجا بیرون می آیند به شفاعتی از صاحبان شفاعت و رحمتی که بر آنها می رسد، که خدای تعالی ارحم الراحمین است.
بیرون، خلوت کنید. امیرزاده ما امیر منصور بختیار از فارس شرفیاب است. راهنماییش کنید به اندرونی. انتظار شما هستم. مویت رکنت داله، اطاعت کن و با او همراه باش. مبادا با پسر امویت ازد و داله به جنگ و ستیز بپردازی که این به زیان توست. به خلیفه عباسی المطیع گفتم که تو را عز و دوله لقب دهد و وقتی تو عز و دوله باشی پسر عمویت عزد و دوله است، یار و یاور هم باشید. من تو را بهتر از خودت و پسر عمویت را بهتر از خودش می شناسم. تو بزمارایی و او رزمارا، پس به آنی مغلوب می شوی، زیرا از تو دوله در رزم شیریست بی همتا. از بزمارایی بفرهیست، مبادا بساط لحب بگستری و به معاشرت با دلغه کن مشغول شدی. آنجا آنجا Mm-hmm.
معتبی عزیز ما آنجاست؟ ابو محمد معتبی، میدانی که هنوز دبیر مایی؟ ولی امیر، مگر از فرمان ما خبر نداری؟ نه، نه، چه فرمانی؟ به خاطر لیاقت و توانایی که در اداره امور مملکت داری و به خاطر انس و الفتت با ابو احمد شیرزاد شیرازی کاتب، شما را به کارتان ابقا میکنم. در خدمتم یا امیر. بیا باز کنید. تو میتوانی بروی؟ صف کن. نه، صف کن. گوش کن ببین چه میگویم. میخواهم آنی از ابن معلم غافل نباشی. همه جا به دنبالش باش و ببین به کجاها میرود و چه میکند. خبرش را برایم بیاور. بی اجر نخواهد ماند. اتخواهد. برو. ابو منصور بختیار به لقب عز الدوله مفتخرند. امیر الامراء ابو منصور بختیار به لقب عز الدوله مفتخرند از جانب خلیفه المطیع لله. امیر الامراء ابو منصور بختیار به لقب عز الدوله مفتخرند از جانب خلیفه المطیع لله. ضرب کنید بر دینارها بی ابو منصور، فقط عز الدوله بختیار. به فرمان خلیفه ضرب کنید بر دینارها بی ابی منصور، فقط عز الدوله بختیار. عزت ملک و ملت امیر الامراء ابو منصور بختیار عز الدوله دیلمی امیر آل بویه. سلام و درود بر امیر آل بویه عز الدوله بختیار. سلام بر المطیع لله. خلیفه عباسی که میگویند توی؟ گفتیم در خدمت و... چی؟ در خدمت کی؟ گفتیم در خدمت و معیت امیر الامراء عز الدوله بختیار باشیم. جا
جهت گردش در بازار بغداد. برویم.